ها میخواد به جنگ شب و روز با شما. بری بری به جنگ اون نترسین، زور نداره دروغ میگه نلرزین. عزل مزل تو توره کمبلی مثل اوره، هرکی باهاش به جنگ آخر سال قبوله. عزل مزل تو توره کمبلی مثل اوره، هرکی باهاش به جنگ آخر سال قبوله. بری تو کلاس. دبستان اندیشه بفرمایی. مگه نگفتم یه گفت بزنم کلاس رو تعطیل کن و شاگرد رو نبرد کن؟ مگه نگفتم صدای درس خوندن بچه ها گوشای منو؟ ولی ببخشی شما من دیگه اون زده شنیدن لا تا علات تو رو ندارم. میفهمی؟ یا همین امروز مرسل تعطیل میکنه یا اینکه؟ آخه برای چی مدرسه رو تعطیل کنی؟ آخه برای چی؟ شما کی هستی که به خاطر شما مدرسه رو تعطیل کنی؟ من کی هستم؟ به من میگن جاهل خان. من آفت هرچی درس و مدرسه و اینجور چیزام. میفهمی چی میگم؟ به منم میگن ناظم خان. مطمئن باش تو وقتی که من ناظم این مدرسه هستم نه در مدرسه بسته میشه نه درس و بچه ها تعطیل میشه. به بچه ها میگم اینقدر درس بخونن. حالا که اینجوری شد منم مدرسه رو سرت خراب میکنم. نشستم یابو برش داشتی مدرسه رو سرت خراب میکنم. Yeah,
بشینید، بشینید. حالا خوب گوش کنید. درس دیروزمون برف و بارون. بارون دونه دونه خونش تو آسمونه، میریزه از اون بالا رو پشت بونه خونه، شر 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 میکنه، ناخونه را پار میکنه، ناخونه خور خور میکنه، حیاته را زار میکنه، شر 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 خور خور، شر 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 خور خور، شر شر خور خور. کافیه، کافیه، حرف نباشه، گوش کنید. حالا برف، فهمیدین؟ برف. برف بیاد، برف بیاد، یواش یواش زیاد زیاد، از اون بالا میاد پایین، همه آقا مار مار میکنن، مار کنن، مار میکنن، مار 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 مار. امری داشتین؟ جناب عالی؟ یک آدم خیر که دوست نداره اسمش فاش بشه میخواد تمام این بخاری ها رو به این مدرسه اهدا کنه. ولی حالا که بخاری؟ بخاری؟ اینا که شبیه آب گرم کنه. نه جانم، یه نگاهی بخون بچه ها خوشحال یه کم یواشتر سب کن دیگه. اقلا نجازه بده بگه. نه 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 جانم نه، گفتم که این آدم خیر نمیخواد اسمش پاش بشه. دب کن خیلی خوب دیگه. آلوم کل، آلوم کل. بچه ها سلام و صبحتون بخیر. صبح بخیر. خب بچه ها همینطور مثل همیشه با نظم و ترتیب اول کلاس های البالو، بعدش کلاس های گیلاس، بعدش سیب و انار و انگور، با نظم و ترتیب به طرف کلاستون حرکت کنید. تونتر. آفرین آفرین پسرهای خوب، بفرمایید حرکت کنید. خب اینم از مرخصی استعلاجی شما. یه روز که برید منزل استراحت کنید تمام خستگی درس و مدرسه از تنتون میره بیرون. خیلی متشکرم قربان. اجازه آقا، تمام کیف و کتابای بچه های کلاس دومی گلاس آقا موقع زنگ تفریح پاره شده آقا. بچه های ما میگن کار کلاس اول سیبه، چون چند روز پیش تو مسابقه فوتبال 4 گل از ما خورده. شما چی؟ شما هم فکر میکنید کار اوناست؟ از کجا معلوم کار یکی از بچه های همین کلاس نباشه خانم؟ کاپیتان تیمشون گفته بود که حسابتون رو میرسیم. خانم اجازه میدید حسابشون رو برسیم؟ ببینم کی اول والد کلاس شد؟ آقا اجازه ما اول از همه اومدیم توی کلاس. خب بگو ببینم چی دیدی؟ دود از سیاهی همه جا رو گرفته بود. میز و نیمکت ها رو افتاده بودن، اومده بودن این طرف. کیف و کتاب ها پاره شده بودن و ریخته بودن روی زمین. گودزیلا کیف و کتاب ها رو خورده بود و نصفش هم پاره کرده بود، ریخته بود روی زمین. تا من وارد کلاس شدم یک گاز از تخته زد از پنجره فرار کرد. اون زیادی خیالاتیه. از مقالاتی که توی روزنامه دیواری مدرسه مینویسه معلومه. بله. نه آقا، اون راست میگه. گودزیلا خیلی قدرتمنده. اون میتونه تمام این مدرسه رو یه لقمه کنه. تو از کجا میدونی جانم؟ ببینم پسر جان، تو خودت گودزیلا رو دیدی؟ نه آقا، اما
کودکی هیچ وقت دروغ نمیگه. اون همیشه مقاله های خیلی قشنگی تو روزنامه دیواری مدرسه مینویسه. بازم فکر میکنید دروغ میگن؟ اینا اینم جای خرابکاری گودزیلا. این هم خیالاته؟ این هم جای دندونش. دندونش؟ خانم شکوه، این تخت سیاه قبلن هم همین جوری زخمی بوده؟ نه خیر. عجیبی. پس فقط قضیه گم شدن چند تا کتاب و کیف نبوده. از اصول باقی مانده در کلاس ها چنین برمیاد که از دهن حیله که کتابا رو میخوره آتش بیرون میاد. چرا؟ چون روی کتاب ها اثر سوختگی دیده میشه. این حیله حتما گودزیلاست. موجودی مثل اژدها که همه چی رو میخوره و نابود میکنه. نخی که به دست آوردم فکر کنم بتونم از اسرار گودزیلا سر در بیارم. اینا رو هم بنویسم. اون برش همه چسبون. آفره خوبه. بچه ها مثل این که اومدن میفرمید. بریم بریم. عرض شما خدمت جناب عالی که به نظر بنده این موضوع همچین بفهمید نفهمید. آقا اجازه، به نظر شما کی که دوباره کلاس دوباره؟ من اهل مصاحبه نیستم. عکس نگیر جانم، عکس نگیر. به نظر شما کی کتاب های کلاس دومی گیلاس رو پاره کرده؟ به نظر من اینا ورزشکار نیستن که زورشون رو به یه مش کتاب بی آزار رسوندن. اگه راست میگن بیان با تیم ورزشی ما طرف بشن. به نظر شما چه کسی کتابای کلاس دوم گلاس رو پاره کرده؟ قدیم ندیم ها بچه ها جرأت نمی کردن صفحه کتاب ها رو تا کنن. چه برسه به اینکه پاره کنن؟ خب شما چرا از بابای مدرسه نمی پرسید؟ وقتی کتابا گم شد شما کجا بودید؟ من؟ خب معلومه دیگه بابا، همینجا وایستاده بودم و داشتم اضافه می کرده. راستش نمیدونم، ولی هر کی که این کارو کرده حتما عاشق شعرها و سرودهای داخل کتاب بوده. خب معلومه جانم، معلومه. کار اوناییه که دل خوشی از درس خوندن ندارن. خانم اجازه، پس روی پیدا کردن دوز کتابا چیه؟ خب هر کاری یه راهی داره. راه پیدا کردن دشمن کتابای بچه ها همونیه که تو میگی، گودزیلا. پس باید اینجا تو به کار بندازی تا بتونی گودزیلا رو پیدا کنی. قیچی من از نخ بجام بچه ها عروسکای خیمه شب‌بازی رو خیلی دوست دارن. ما هم باید با همین چیزا اونا رو گول بزنیم. بیرون! این عطا
مسئله، این مسئله، این هم کتولم، چام و کتولم، بنده هم مخلص شما جوهل خانم، حاضری نروسکا؟ بله. سلام ما به هرچی بچه تنبله، هرکی که دوی تنبله اون اوله. سلام ما به بچه های شیطون، خیلی بنا و نادون. سلام ما به بچه های شیطون، هر کی که هست خیلی بلا و نادون. تیف و کتاب و بندازید تو آشغالی، بازی کنید تو گوشه ها با خوشحالی. سلام به هر کی غایب از کلاسه، زنگ کلاس تو گوشه ها فلاشه. سلام به هر چی غایب از کلاسه، زنگ کلاس تو کوچه ها پلاسه. یک و دو و سه، یک و دو و سه، ترتیب درس و مدرسه. یک و دو و سه، یک و دو و سه، ترتیب درس و مدرسه. یک و دو و سه، یک و دو و سه، ترتیب درس و مدرسه. یک و دو و سه، یک و دو و سه، ترتیب درس و مدرسه. دوز و چالک سوار کنید، از مدرسه فرار کنید، سر کلاس ها شلوغ کنید، داد بزنید، هوار کنید. نیز آراسته شد. همین یکی رو کم داشتی. حالا شما میفرمایین چی کار کنیم؟ به نظر من آقای مدیر باید چه دیگر از سلامل نشو بدیم، یه بار دیگه هم زنگ بزنیم. با بزنید به هرچی میزونیم کته، مدرسه جای بازی و شیطنته. بلا فرید اون که دست خونه، دوستا ستا توی کلاس میمونه. صدا فریم به اون که کم حواسه، خوابش میاد وقتی توی کلاسه. کیف و کتاب و بندازید تو آشغالی، بازی کنید تو گوشه ها با خوشحالی. صدا فریم به بچه های شیطون، هرکی که هست خیلی بلا و نادون. صدا فریم Ha ha ha!
که پشتتون قایم کردیم. چه خبره پسر جان؟ جلوی پاته نگاه کن. آقا اجازه. چی شده؟ شما کتاب کلاس دوم انار آقا تو ساعت زنگ تفریح پاره شد آقا. چی؟ دوم انار؟ بله آقا. تو برو سر کلاست، من الان میام. یعنی کار کی ممکنه باشه؟ دوم انار. آقا اجازه؟ کلاس سوم گلابی هم تمام کتاباش دزدیده شده آقا. سوم گلابی هم؟ بله آقا. برو سر کلاست. چش آقا. آقای ناظم، این چه وضع ولبشویه که در اثر گم شدن کتاب بچه ها پیش آمده؟ بفرمایید. الان مدتیه که مدرسه در حال تعطیلی قرار گرفته. بفرمایید. آقای مدیر، ما مرتب برای بچه ها کتاب های نو خریدیم. بچه هم دست نویس میکنن اما هیچ فایده ای نداره. چه اشخاصی دست به این کارهای زرنده میزنن؟ هنوز دلایل محکمی در دست نداریم. بله نداریم. البته سردخ‌هایی پیدا کردیم، متوجه شدیم دست جاهل خان تو این قضیه است، اما مدرک مهمی نداریم. بله نداریم. منظور آقای مدیر اینه که مدرک زنده و مستند داشته باشیم. یعنی مثلا درست موقع انجام خلاف موج خلافکار رو بگیریم. چرا از اداره پلیس نمیخواین که برای کلاس ها مأمور بذارن ها؟ ها بله، اون وقت معلوم میشه که کیه که کتابه رو ور میدارم و پاره میکنیم. البته تقاضای بازرس هم میتونیم بکنیم که بگن عرضه نداشتیم یه کار به این کوچیکی رو انجام بدیم. من حاضرم 30 از شاگردای ورزشکارم رو برای این ماموریت معرفی کنم. آقا منم میتونم شاگردای کلاس سرودم رو بیارم. اون وقت کی باید مواظب خود اونا باشه؟ بله. دوستان بهتره که بریم سر اصل مطلب. لطفاً در این زمینه صحبت بفرمایید. به نظر من هر کاری یه راه حلی داره. چرا از خود شاگردای مدرسه استفاده نمی کنیم؟ شاگردای مدرسه؟ بله، بهترین راه تشکیل یک گروه از بچه های مدرسه است تحت عنوان گروه مأمورین انتظامات. صبر کنی. نباید مدرک دوم از بین ببریم. با احتیاط برید جلو. حتما جای دندون گودزیلا است. کتابم سالم نذاشتم. دوده اینجا چیکار میکنه؟
نگاه کن چی به سر کتاب آوردم. بچه ها یه جای پای دیگه. دست زن دست زن. پس مراقب همه چیز باشید، خیلی مراقب باشید، مثل یک عقاب همه چیز رو زیر نظر داشته باشید تا بلکه بتونیم سرنخی از این قضیه به دست بیاریم. خوب متوجه شدید؟ بله. حالا دیگه برید. چشم. وایسین ببینید، مراقب همه چیز باشید. خب حالا برید. برید. چشم. آقا اجازه، این دو نفر داشتن از روی کتاب داستان علیه کتابای مدرسه نقشه می‌ریختن که ما سر رسیدیم دستگیریشون کردیم آوردیمشون پیش شما. به به، بیا جلو ببینم. بیا جلو ببینم اون کتاب داستانو بده من. چرا این کتاب زیر بلوزت قایم کرده بودی؟ آقا اجازه، اجازه، اگه تو کیفمون یا تو کلاس میگذاشیم بعد مثل بقیه کتابمون پاره میشد. مگه نه پروفسور؟ راست میگه آقا، عینکی یه نقشه‌ای برای دستگیری گودزیلا داره. گودزیلا؟ بله، همون دزد کتابا، همون دزد کتابا که اندازه یه قوله. بله بله، گودزیلا، گودزیلا. خب نقشتون چیه؟ به منم بگین تا منم بتونم کمکتون کنم و همدیگه اون قول رو دستگیرش کنیم. اسمش چی بود؟ گودزیلا. گودزیلا دستگیرش کنیم و از شرش خلاص بشیم. چطوره؟ آقا تو نقشمون کامل نشه نمیتونیم به شما بگیم. خب باشه باشه، هر موقع که کامل شد نقشتون رو به من بگین تا منم بتونم. با شما موافقی؟ با چی جانم؟ با نقشمون دیگه، با نقشه. بله 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 بله، موافقم. خب حالا دیگه برین سر کلاستون تا بعد ببینیم چطور میشه. یادتون باشه از این مسئله هیچی تو روزنامه دیواری مدرسه‌تون ننویسی. فهمیدی؟ بله. برید. آقا اجازه، اینا خیلی خطرناکن. باشه باشه، حالا تو هم برو. تو باید مواظب باشیم باشه واقعا کار خطرناکی نکنه. برو جانم. به بچه ها یادت بره. فکر کردی نگاش کن چجوری داره در میره. کجا میری؟ بالاخره میگیرمت. خوب صحبت کن. اوه شنیدی جایل خان چی گفت؟ چی؟ بله، این خواهد ترش بیاره. چه خبره تو سرسره رو انداختی؟ بشین سر جا. چه برنامه ای داره لعنتی؟ بهتر از دستش در برم. به من میگن نازم نبرگه چگوندم. شاپرک نشستن به روی گلهای ما، یکیش پرید و در رفت. یک دو سه چار پنج، دماسنج دماسنج، نشون میده دما رو حرارت هوا رو. بعد بسته بشه.
بچه ها آزار میبینه. اصلا چرا بابا مامانم نذاشتن تو بچگی من دست بزنم؟ حالا منم نمیذارم بچه ها دست بزنم، فهمیدی؟ حالا حاضرین اومد سر تخلیه کنین؟ نه نه نه. تازه میدم اینجا یه سیب کشیدم. یالا ببینم، یالا من بهتون یاد میدم چجوری آواز بخونید. پس این بچه مدرسه یا کجان؟ چرا هیچ کدومشون بیرون نمیان؟ پاک برنامه های امروز من به هم ریخت. مطل، اگه برای من بازی در نهیه پوست تو میکنم. با تو هم مطل، بیا برای من پشتک بزن. حالی نکنن دور خارجت کنم، میفهمی؟ حالا برای من آواز نخونید. خیال کردید فکر میکنین با عروسک هایی که موتی و حرف گوش کن نیستن چی کار میکنن؟ ها؟ اونا را از دور خارج میکنن، عروسک های تازه میخرن. اما نه، چون این عروسک ها برای بچه ها شناخته شدن، من باید از همین عروسک ها استفاده کنم. جوری ادبتون میکنم که دیگه جرأت نکنین از من سرپیچی کنین. من میرم تو عروسک فروشی کار دارم، پس تو هم مواظب این عروسکه باش تو من برگردم، فهمیدی؟ ببین چه عروسک قشنگ، ببین چه ماشین خوشگلی. به بابا میگم یه دونه اینا برام بخره. منم به بابا میگم برام یه عروسک. آجی مطل تو طوله بیاییم بریم تو مدرسه. نه پیش بچه ها تو مدرسه باشیم خیلی بهتره. بریم تا جایل خاما رو بیداره کرده. بیاییم هیچ کس نیست، مثل اینکه مدرسه تعطیله، فقط بابای مدرسه داره اینجا رو تمیز میکنه. بچه ها بابای مدرسه رفت، حالا میدون چی کار کنیم. و بچه ها اونجا رو نگاه کنیم. وای وای وای
رو زندختن نگاه کن. اون چیه اون؟ خب اون توی دیگه. وای نگاه کن. وای نگاه کن من نگاه کن. وای ببین چی شده؟ یعنی کی این کارو کرده؟ ای بابا اینجا لو الو هیچ که توش نی عروسک ها؟ عروسک ها اینجا؟ بابا لغری، بابا لغری، بابا لغری، کجایی؟ بیا اینجا ببینم بابا لغری، بیا اینجا ببینم بابا لغری، گرو به من، گرو به من، الان فرار میکنم عروسک ها بگیرش بود اینجا نیستن آقا، دیگر بودو فرار، بودو اتش بودو این خرم جنبه من دارم فرار میکنم الان میگیرم ای بابا اونجا نذار فرار کنم فرار نیستش اینجام نیست که خیالاتی شدی آقا گفتم که ای بابا سه تا عروسک ها خودم دیدمشون حالا معلوم شد که دزد کتاب های مدرسه کیا بودن پس این مامورین انتصابات کجا؟ آقا اجازه اینا داشتن فرار میکردن ما گرفتیمشون آقا اجازه اینا همون عروسک های خیلی شبازی هم که چوبچه ها رو از را بدن میکنن آقا ببرشون تو اون اتاق
محکم ببندشون تا آقای ناظم ازشون باز نکنه. چیکار میکنی جانم؟ آقای جازه داشتیم عروسک ها رو دستگیر میکردیم، آقای مدیر گفتن بریم پایین. جانم لازم نکرده، بیاین بیاین زود زود. آقای جازه اجازه بدین کمکشون کنه بیارمشون پایین. گفتم لازم نکرده، بیاین پایین، من خودم الان دارم میام اون بالا. بریم بریم خواهش میکنم. ببینم آقا دارید، فقط میخواییم کمکتون کنیم جانم. وروچک ها فکر نمیکنن تا تو مدرسه تعقیبشون کنن. بریم. آقایون کاری داشتن؟ بازرس سلام آقای بازرس. آقای بازرس مدرسه مرتبه، همه چیز رو به راهه. آقای ناظم کجا؟ اون بالا رو پشت بود. به همه زودتر بگین که برن سر کلاسشون. شما هم اگه تونستین فورا آقای بازرس رو گجش کنیم بره. ای داد ای داد کار کنم. نمیخواییم برگردیم پیش اون؟ نه. چرا؟ ما پیش جالخان بر نمیگردیم، ما بچه ها رو دوست داریم. عجب، کی باور میکنه سه تا عروسک اینقدر احساس داشته باشن؟ بیان بیاییم بغلم شما رو ببرم پایین. بیا بری کنار، بری کنار، بری کنار، بری کنار. آقای ناظم بیاییم پایین، بازرس اومده. ها؟ بازرس. جدی بازرس؟ بازرس. آره بابا بازرس. بری سرگره، بری سرگره، بری 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 Come on, 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 come on
که نمیتونم بخونم. به چقدر شبیه من کشیده این روچکا. چیه؟ سلام. سلام بچه ها. سلام. خیلی دنگش درده. اینا چیه دستون بچه ها؟ برو زمین دیواری ما خوبیه نه؟ بهداد دارم میاد. دارم میاد. چه روز پرماجرایی. اگه قطار میمد بهتر از این بود که بازرس میمد. سلام آقای بازرس، به دبستان نمونه اندیشی خوش آمدید. بچه ها کی به شما گفته مزاحم آقای بازرس بشید؟ بفرمایید جانم سر کلاستون، بفرمایید، بفرمایید. چرا گذاشتی روزنامه دیواری رو ببینه؟ بفرمایید قربان. سرکار؟ محف هستم قربان، ناظم مدرسه. متشکرم، ایشون هم دست کردم. خوش آمدین، خوش آمدین. ببینم. بفرمایید شما هم بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای بازرس، خیلی خوش آمدید. میدونید آقای بازرس، چهره شما برای من خیلی تازه است. من تا بار شما رو زیارت نکردم. منم همینطور. من بازرس جدید ابتدایی هستم. شنیدم که اینجا اتفاقات عجیب و غریبی میفته. یعنی چند تا عروسک این کارو میکنن. فرمودین عروسک؟ عروسک؟ بله، یعنی میخواد بگه که شما از کار چند تا عروسکی که اینجا رو به هم ریختن اطلاعی ندارید. ببخشید آقای بازرس. در آسمان. سلام علیکم. سلام آقا. سلام. ما متوجه منظور شما نمیشیم. یعنی میخواهیم بگه که گزارش دستیار من پرت و پلاست. باید عرض کنم جناب آقای بازرس عروسک، در گزارش ما آمده که سه تا عروسک هستن که نظم اینجا رو به هم زدن. من اونا رو میخوام. نخیر، خیال داریم بی ادبی نمی کنیم قربان. عرض کنم که اگه اینطوریه پس شما باید اون سه تا عروسک رو که مخفی کردین به ما برگردین. ما که پاکیت شدیم عروسک. باور کنین خلاف فرضتون رسوندن قربان. اینطور که معلومه شما دارین یک چیزایی رو از ما پنهان میکنین. ولی یادتون باشه آقایون، من تا اون عروسک رو به دست نیارم اینجا برو نیستم که نیستم. فهمیدین؟ یعنی اینجا هیچ کس نیست آقایون؟ به من توضیح بده توی این مدرسه چه اتفاقی داره میفته؟ جناب آقای بازرس، همونطور که ملاحظه میکنین توی این مدرسه هیچ اتفاقی نیفتاده، همه سر و مر و گندل. این یک مخلوط چند بچیست. حتما خلاف برزتون رسوندن. بله جناب آقای بازرس، حتما خلاف برزتون. یعنی میخوای بگی که سر کتابایش بلایی نایی؟ نه خیر، تازه بچه ها کتاب ها رو دورم کردن. بفرمایید. به کلاس نمونه ما خوش آمدید. بفرمایید با اجازه. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید با اجازه. بفرمایید. چه خیلی جالبیه. بله. تو بذار جان. آره تو. ببینم تو میتونی به من بگی که این عروسکای خوشگل در کجای این مدرسه به اصطلاح اندیشه قایم شدن؟ ها؟ بگو بذاری. بگو. بله آقا، من میدونم. آفرین آفرین. آقایون، میبینین شاگرد خودتونم شهادت داد که من درست میگم. خب، بگو ببینم پسر جان، کجا قایم شدن؟ عروسکا بعد از اینکه شیشه عمر اون جادوگر رو شکستن، از طلسم شازا شدن و به صورت سه تا کبوتر در اومدن و به آسمون پرواز کردن. جادوگر چیه بچه جان؟ این حرفا چیه که داری میزنی؟ آقا اجازه، عینکی راست میگه. اون جادوگر خیلی هم شبیه آقای بازرسه. شبیه من. حرفایی میزنی میگه جادوگر شبیه من بوده. امکان نداره. هیچ کس توی دنیا پیدا نمیشه شبیه من باشه. فهمیدین؟ میریم. با تو هم. بریم. اجازه. این آقا که بازرس نبود. پس کی بود؟ اون جادوگره بود. بازرس. جادوگر. آقا اجازه. آقا اینا راست میگن.
امان از دست این خبرنگار. خوب ببینم تو از کجا فهمیدی که اون جادوگر بود؟ از رو دستاش عکس اژدها بود. یه گرگ چاق و چنده رفته سراغ گله، تو گله هفتا بود با دوتا برد، رو هم دیگه چند تا هست؟ هفت و دو میشه نهتا. درسته باری کلا، گرگ سه تا بز با دو بره خورده، بگین چی چند تا مونده؟ چهار تا بز بره نیست. درست نمرتون بیست. حالا چکونو؟ صدا کنی چپون چپون کجایی؟ باید که زود بیایی. چپون چپون کجایی؟ باید که زود بیایی. گرگ زنه به گلن خورده دو بز سه بره، گرگ زنه به گلن خورده دو بز سه بره. چپون رسید با چوبش، بزن بکوبش سه تا به سرش سه تا به پاش، گرگه میشه آشولاش. خب بچه ها چوپون به اون گرگه بعد رو هم دیگه چند تا زد؟ سه واسه میشه شیشتا. سه تا آفرین ماشالله. نوبت کدوم کلاسه؟ بفرمایید خواهش میکنم. بری سر کلاساتون، بری بچه ها، بری خواهش میکنم، بری سر کلاس، بری. بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید. دوباره نوبت کدوم کلاسه؟ داره روزنامه دیواریای توری راه رو جمع میکنه؟ جدی میگی؟ حالا باید چی کار کنیم؟ بیا زودتر روزنامه دیواری امروز رو درست کنیم. برای سرمقاله چه فکر کردی؟ سرمقاله؟ به نظر من همون مطلبی که دیروز نوشتی خیلی خوب بود. نه، یه چیز تازه تر. میدونی؟ من فهمیدم درست کتاب کیه. خب بچه ها، اینم از درس امروز. کتابای نوعی که براتون خریدیم میذاری توی کیفتون و درشو قفل میکنید تا کسی نتونه به اونا دست بزنه. خانم اجازه؟ بله بفرمایید. کیف ما که قفل نداره. بسیار خوب، میتونیم بذاریم تو جامیزتون. اما مواظب باشین دست کسی به اونا نرسه. حالا بفرمایید. چرا نشستی؟ نمیای بریم تو عیادش چیزی بخوریم؟ نه، میدونی؟ من امروز باید گودزیلا رو ببینم. حس خبرنگاریم داری یه چیزایی بهم میگه. خبریه؟ آره، من کتابای نور رو ندیدی. خب اگه اینطوره، پس بذار منم بمونم، شاید بتونم کمکی بهت بکنم. نه، ماموریت خطرناکه. دوست ندارم به تو آسیبی برسه. اگه مامور رو سر بزنم اون وقتی؟ آیه سلا زنگ تفریح نشید. بره تو حیاط. خیلی خوب میدی. دیدی گفتم مامورا میان؟ تو برو. گفتم که خطرناکه. بعدا برات تعریف میکنم.
من باید از اسرار گودزیلا سر در بیارم. عینکی در نقطه‌ای که میتوانست ظهور گودزیلا را ببیند کمین کرده و چشم انتظار ورود او باقی ماند. ناگهان صدای رعد وحشتناکی شنیده شد. عینکی گفت من امروز به اینجا آمدم تا حساب خود و بقیه بچه ها را تسویه کنم. صدای ضربان قلبش را که به شماره افتاده بود میشنید. ترس و وحشت همه جا را فرا گرفته بود. برای اینکه با نشاط بیشتری برین سر کلاس و آمادگی بیشتری برای یاد گرفتن درس ها داشته باشین، یه ماجرای جالب رو براتون تعریف میکنم. یه روز معلم اومد به شاگرد میگه که پسر جان بلندش رو ببینم، پسر نیسته. میگه که تو اسم 5 تا حیوان درنده رو به من بگو. پسر یه سری فکر میکنه، این پام پام میکنه، میگه 5 تا حیوان درنده، 5 تا حیوان درنده. الان میگیم آقا جون 5 تا حیوان درنده. آقا اجازه؟ آقا یه بخاری تو کلاس خانم شکوفه است. من با چشم خودم دیدم. کجا بودم؟ آها، میگه آقا اجازه بگین. میگه بگو. میگه سه تاشی دو تا بعد ببینم. ویروس اون خبرنگار عینکی به تو هم سرایت کرده؟ نه آقا، به خدا دروغ نمیگیم آقا. نگاه کنی آقا، یه بخاری همینجوری سرشو انداخته پایین، مثل یه ابو علفی داره کتابا رو میخوره. آقا مواظب باشین، خبر به گوش بچه ها نرسه، اونا رو میترسونه. این موضوع فقط بین من میمونه و تو، فهمیدی؟ بله آقا. خب حالا برو ببینم، برو دنبال کاری دیگه، هم نشنوم بی خودی این حرفا رو بزنی و ما رو بترسونی. صورت هم بشور، برو چشم. برو. تو این مدرسه چه خبره؟ من این چه طرز تعظیم کردنه؟ تو چرا اینجوری میکنی؟ عزیز من، جان من، این چه طرز حرف زدنه؟ ها؟ چند دفعه بهت بگم؟ بیا اینم کلاه. تنها راه پیروزی مبارزه است. شما چیکار داری میکنی؟
آره شروع کنی. دو، سه، چهار، بگیر عزیز من. خوبی بده من، اینو بده من، اینو بده من. الان مسطح میزنم. دو، نیست. متوجه شدی بده؟ برو لباس در بیار عزیز من، برو لباس در بیار. برو 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 برو، این بچه ها دارن میترسن. برو بهت میگم برو برو. همونطور که عروسک ها به ما گفتن، مدرسه ما در معرض حمله جدی بخاری هاست. جناب مدیر، این مسئله فقط شامل حال کتاب ها نمیشه. پرونده ورزشکارام هم گم شدن آقا. بخاری ها تنوره میکشن و همه چی رو میبلن. توی مدرسه دیگه چیزی از کیف و کتابا باقی نمونده. حالا که متوجه شدیم بخاری ها با آب نابود میشن، چرا همه رو به اسلحه های آبکی مجهز نمی کنید؟ بفرمایید، اینم از اسلحه های آبکی. حالا با مشکل بی کتابی کلاس ها چی کار کنیم؟ هرچی کیف و کتاب نو میخریم باز پاره میشه. تو خوب میدونی من کی هستم جونور. اون گوشهای بزرگ تو خوب واکن. من میدونم عروسکای من تو مدرسه هستن. واسه همین گناهتون یه خروار سنگین تر میشه. اگه زودتر اونا رو من تسلیم کنی میبخشمتون. و الا خودت هم خوب میدونی من کی هستم. کسی که گوشش به حرفای تو بدهکار نیست. حالا هرچی شعبده و هرچی ترفند داری رو کن، سمتم پرزور کن. ما دیگه ترسی از تو و دار و دستت نداریم. میدونی چرا؟ چون دیگه حالا پشتمون به لشکر بچه های مدرسه گربه. فهمیدی آی جاهل خان؟ فقط تو بچه مرچه جون، فقط تو میتونی اون عروسک های خوشگل رو برای من بیاری. بدبخت بیچاره، یادت رفته که تو خیابونو از گشتگی میمردی، من آوردم و بچه مرشدت کردم؟ حالا دیگه از حرف من سرپیچی میکنی؟ بدبخت، حالا که اینطوری از خونه من برو بیرون، برو بیرون! بیرون! فهمیدی؟ بچه ها شما هر لحظه باید آماده دفاع از کلاس و مدرسه‌تون باشید. ممکنه از این به بعد بخاری ها به شما حمله کنن، چرا که کتابی توی مدرسه نمونده. شما با یادگیری درساتون خودتون تبدیل به کتاب شدید. کتاب هایی که نه گم میشه نه پاره میشه. خب بچه ها یه بار دیگه میپرسم، کی با لشکر جاهل خان میجنگه؟ اندیشه! اندیشه!
خونه جوهل خان نزدیک میشیم. با از بین رفتن بخاری ها جوهل خان از بچه های مدرسه شکست خورده و خیلی زخمیه. چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ پس شما گفتین میدونین خونه جوهل خان از کدوم طرفه؟ نه؟ اشتها میزه بله شد شدیم صاف و تمیز و خانه.